افزایش مواد ارتزاقی در بازارهای افغانستان. یعقوب یسنا هاشمی را بدرقم به آب ساخت. بایدن در راه عربستان، پوتین در راه تهران. سیاستمدار اندی‌الاصل در راه رسیدن به نخست وزیری بریتانیا. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. مشروع اخبار. کمیته بین المللی صلیب سرخ گزارش داده است که قیمت مواد خوراکی و ویژه‌ها در افغانستان به گونه چشمگیری افزایش یافته است. در گزارش که روز چهارشنبه از سوی کمیته نشر شده آمده است که از ماه جون سال گذشته میلادی تا اکنون بهای آرد 68%، روغن آب گردان 55%، کود 107% و مواد سوختی 93% افزایش یافته است. در این گزارش آمده است که قیمت آرد به دلیل محدودیت هایی که قزاقستان بر صادرات گندم به افغانستان وضع کرده افزایش یافته است. قیمت روغن نیز به دلیل جنگ اوکراین چند برابر شده است. حاجی مرزا که 26 سال به عنوان دکاندار در شهر کابل کار کرده، به صلیب سرخ گفته است که به دلیل افزایش بهای مواد خوراکی و کاهش درآمد شهروندان، با گذشت هر روز مشتریانش کاهش می‌یابند. او گفته که اکثر مشتریانش به دلیل نداشتن پول نقد، مواد غذایی را به گونه قرضی خریداری می‌کنند و این مسئله سبب نگرانی جدی او شده است. حاجی مرزا گفته است پیش از این برخی از مردم مواد غذایی اصلی را به ارزش 20,000 افغانی معادل $225 در ماه خریداری میکردند، اما اکنون به سختی میتوانند 5,000 افغانی یعنی معادل $56 را برای خریداریشان هزینه کنند. این دکاندار نمیداند که تا چه زمان با وضعیت موجود میتواند به خرید فروش یا دکانداری ادامه دهد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه راهی خاورمیانه می شود. او ابتدا به اسرائیل سفر می کند، جایی که به طور سنتی باید بر حمایت استراتژیک واشنگتن از رژیم طلایو در منطقه آشوب زده بحرانی و بی‌ثبات تاکید کند و با تجرید پیمان با سران این رژیم راهی عربستان سعودی و احتمالاً برخی دیگر از کشورهای عربی هم پیمان آمریکا خواهد شد. این در حالی است که همزمان گزارش شده است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز هفته آینده به تهران سفر می کند. این سفر در زمان صورت می گیرد که روسیه درگیر جنگ شدید و ویرانگر با کشور همسایه خود اوکراین است. اما همه می دانند که این تنها یک جنگ متعارف میان روسیه و اوکراین نیست، بلکه نبرد میان شرق و غرب، روسیه و ناتو است. زیرا قدرت های غربی به طور آشکار از دولت کیف حمایت های مالی، نظامی و تسلیحاتی می کنند و از سوی دیگر با وضع تحریم های سنگین بنیان های اقتصادی روسیه را هدف گرفتند. جنگ اوکراین در عین حال به یک بحران اقتصادی در ابعاد جهانی منجر شده است. قیمت انرژی به شدت افزایش یافته است. تورم در کشورهای غربی به شدت رو به صعود است و رکوردهای چند دهه جا به جا می کند. و با قطع یا اختلال در چرخه تولید و صادرات روغن و غلات در روسیه و اوکراین، قیمت‌های مواد غذایی نیز به طرز نگران کننده بالا رفته و اقشار کم برخوردار را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار داده است. یعقوب یسنا روی برگه تویترش نگاشته است قاری ذکرالله هاشمی مانند سگ‌های پاولوف است. او میگوید هر مرد امین که زنی را در هر زمان و هر جا میبیند، اما میگوید تحریک نمی شود، یا مرد نیست یا دروغ میگوید. پاولوف روانشناس رفتارگرای روس زنگ می نواخت، سگهایش را غذا می داد. سگها شرطی شده بودند. با شنیدن زنگ بزاق دهانشان می آمد. این ملا نیز شرطی شده، با دیدن هر زن تحریک می شود و خود را تر و خیس می کند. بنابراین تأکید می کند که زنان باید در خانه باشند و دیده نشوند تا او و طالبان دیگر که مانند سگهای پاولوف شرطی شدند، با دیدن زنان تحریک و از کنترل خارج نشوند.
ریشی سوناک سیاستمدار اندیول هست و وزیر مالیه پیشین بریتانیا در دوران اول رایگیری نمایندگان مجلس برای انتخاب رهبر حزب محافظه‌کار و نخست وزیری بعدی با کسب 88 رای پیروز شد. بر بنیاد گزارش ها ریشی سوناک 88 رای در جایگاه نخست و پینی مورتت وزیر تجارت انگلیس با 67 رای در جایگاه دوم قرار گرفت. لیستراس وزیر خارجه بریتانیا هم با 50 رای سوم شد. قرار است این سه نفر روز پنجشنبه در یک رای گیری دیگر شرکت کنند. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر و درود.